بله، بسیار ممنونم از ستار همدانی. بازی در حالی که شروع شده، گزارش مسابقه رو شروع میکنم. آقای همدانی هم کمک میکنن و پانامایی ها هم خوب گل میزنن، هم خوب گل میخورن. تارمی یه فرصت برای تیم ایران، موقعیت هستن، اولین حرکت. یه اشتباه از مدافعان پاناما، فرصت برای انسانی فرد دیم. حالا باید تو چه میکنه؟ ببینیم نظر داور چیه. نقطه پنالتی رو نشان میده. حدود دقیقه 35-36 اون بازی 10-15 سال پیش بود که علی دایی دقیقه 15 پنالتی برای تیم ایران دژاگه و توی دروازه توپ درست از وسط دروازه میزنه. چیپ نمیزنه، محکم میزنه اما به وسط دروازه میزنه. آقای خیابانی، با توجه سیستمی که دو تیم در نظر گرفتن، هر دو تیم دارن با سیستم 4-2-3-1 بازی میکنن، به خاطر اینه که در یک سوم میانی ازدحام هافک‌ها زیاده و بچه های ما سعی دارن که با سرعت دادن به بازی و با پاس های بلند سرانجام ترکیب اصلی در جام جهانی چه خواهد بود. قدوس یه حرکت خوب رو شروع کردن. انصاری فر قدوس تو گل باشه برای توی دروازه. یه گل تاکتیکی و خوب از تیم ایران، یه گل تماشایی از تیم هجومی ایران. نتیجه رو 2-0 میکنن بچه ها. استفاده میکنیم که بچه ها به خوبی دارن این کار انجام میدن و همونطور که دیدید آقای قدوس هم تونست در واقع گل دوم به ثمر برسونه. من بازم فکر میکنم که این بازی گلای بیشتری داشته باشه. شرایط خوبی بود برای سامان قدوس در یک توی زیبا و ریزی که با کریم انصاری فرد داشت و نتیجه میبینید که 2-0 میشه به 19. جوسیل نانیز، نونیز خودش حرکت میکنه، ضربه رو هم میزنه، شوت خوبی رو هم زد که از کنار دروازه به بیرون میره. دوباره دژاگه کنترل میکنه و خودش میگیره. تارمی کنارشه، دژاگه حرکت میکنه، خوب توپ رو میندازه، فرصت برای انصاری فر ایجاد میشه، موقعیت برای یه فرصت عالی. کریم چقدر خوب کار کرد با توپ. دوباره 1-2 برای کوپر، فرصت هست، تو سر توپ میزنه، فرصت ایجاد میکنه. اونجا این نظر داور، این بار پنالتی برای پاناما میگیره. اینجا حالا یه مقدار خیالش راحته که به حال میبینید روز به چشمی پنالتی صحنه رو ببینیم. نظر چیز فتو او در صعود تیم پاناما به جام جهانی مؤثر بوده، ضربه رو میزنه و توی دروازه جا میگیره. خوبم حرکت کرد بیرانوند. در بازی پاناما با کاستاریکا در آخرین بازی صعود به جام جهانی تورستد که الان در بازی نیست حرکت میکنه، گام به گام پیش میاد و ضربه رو هم با بغل پا میزنه و توی دروازه جا میگیره. فیضان خوب رفت. سامان قدوس، اشکان دژاگه، دژاگه توپ میزنه. دو تعویض تیم پاناما داشته و ببینیم که در میدان حالا بعد از این تعویض های ایران چگونه خواهد بود. فرصت است، اولین حرکت برای بازیکن تیم پاناما، همون بازیکن اسماعیل حرکت میکنه، فرصت میسازه و ضربه کوپر که از کنار دروازه به دوباره یه پاس به کنار، یه پاس به جلو، فرصت برای پاناما. ضربه ای که میبینید به چه ترتیب تیم پاناما با حرکت گابریل تورس نمیتونه به گل برسه. آزمون انصاری فر تبدیل میشه. دژاگه یه کورنر خوب میزنه روی دروازه و با ضربه سر که به بیرون میره، سری که یه ضربه خوب به تیم یک، فرصت عالی برای تیم ایران، ضربه سری که میتونست حتی به گل تبدیل بشه و پورعلی گنجی نتونست این گل به نامش ثبت بکنه. نگاه کنید خوب میزنه توپا و دیگر بازیکنان تیم پاناما، فرصت هست، خود اسکوبار میزنه به دفاع ما میخوره و بر اونها هم بازیکن سرزن به اون صورت ندارم مگه روبرتو چن بتونه اونجا کاری بکنه. تورس رو دروازه، فرصت برای پاناما، ضربه رو میزنه بیرانوند با مشت برمیگردونه. یه بار یه فرصت هست، فشار بی امانی رو تیم پاناما رو دروازه ایران میاره. دوباره اسکوبار، یه سانتر خوب، موقعیت برای تیم پاناما هست، ضربه رو میزنن و بیرانوند دیگه تمام میکنه کارو. بعیده که دیگه پاناما بتونه به گل برسه چون دیگه وقتی باقی نمونده. داور نگاه میکنه به ساعتش و تمام. آقای مانوئل سوت پایان بازی رو